میگو اگر تو خیابون یه روز میرفتی دیدی از روبرو صدای گراز میاد، نترس، اون شخصیه که داره خودش رو آماده میکنه واسه توف انداختن. خیابون جایی کارا نیست آخه، تو توف میندازی. میگو از همه اینا بدتر یه خیابون خلوت پیدا کردی، موقعیت مناسب دیدی، تمام محتویات سینوس ها و قیچش ها و حلق و بکشی و آماده بشی واسه یه شلیک نهایی، ببینی یکی از بزرگ فامیل داره از روبرو میاد. حالا اینو میخوای چیکارش کنی؟ چه خاکی بر سر بخوری؟ دستای بالایی با ما همراه. در ایرانه وقتی کسی میمیره فرداش همه فامیل میگن ما خوابشو دیدیم توی باغ سرسبز بود. آره ارواح خاک باغچه‌تون. معلوم نیست اون دنیا تو کدوم بشکه قیر داغ دارن همش میزن واسه گناهاش. تو باغ سرسبز براش دیدی؟ دنبال جوک نگرد، برو و بعضی از این آگهی‌های فوت فقط نگاه کن، اونورتر از جوک. آگهی فوت من دیدم، پیرمرد 109 سال عمرش بوده فوت شده، روش نوشته بودن به دیدار حق شتاف. این کجا شتافته؟ این عرق اسرائیل رو در آورده تا نشه. می‌بینم خوشتون میاد درسته؟ تقریبا میتونم بگم نقطه ضعفتون رو فهمیدم. بله، ایرانی ها عجیب غریبه. میگفت تو ایران تا وقتی بچه هست میگن بچه هست و نمیفهمه، نوجوان میشه میگن تو رشته و همه با هم بگی نوجوانه تو رشته و وقت جوان میشه میگن جوان جاهله و نمیفهمه، میره تو میان سالی میگن داره پیر میشه و نمیفهم، پیر میشه میگن پیر خرفته و نمیفهم، اون وقت میمیره میرن بالا قبرش میشینن میگن خدا رحمتش کن، عجب انسان فهمیده ای بود. این وقتی که مرد فهمیده شو همون قبلش اصلا نمیفهم. الان چند ساله میگذره که با عقل هوش منو نوزاد 6 ماهه آروغ میزنه همه میگن ای جان، اون وقت میگم من آروغ میزنم همه میگن زهر مار. خب تو خودتو با اون مقایسه نباید بکنی، فرق میکنه شرایطش. چقدر زمان داریم آقای زمانی؟ فعلا شما در مکانه درسته؟ اینجوری هست، یه ذره برام دست بزنیم. احسن زد تو گوش پسره گفت پدر سوخته، کلاغا خبر آوردن سیگار میکشی. پسره گفت اوکی بابا جان من سیگار میکشم، تو چی میکشی که با کلاغا صحبت میکنی؟ فازش انقدر قویه گفتم معتاده تیکه انداختنش گل کرده. دختر رو دید گفت ماشاءالله ماشاءالله، قیافه بیشت، شراهیکل بیشت، چشاشو نگاه بیشت. دختره نگاش کرد گفت خفش و معتاد بیشور حماد. معتاد سر تأسفی تکان داد و گفت اما متأسفانه انجباد شفر. دختره نشست تو تاکسی، به دوستش گفت سلام عزیزم از نامزدت چه خبر، حالش خوبه؟ دوستش نگاش کرد گفت دیگه نامزدم نیست. گفت بهتر، اصلا هم به هم نمی اومدی، بیشور کسافت بیسواد حماد، شبیه میمونا بود، میدادمش حالم ازش به هم میخورد. برگشت بهش گفت نامزد نیستی، یعنی با هم ازدواج کردیم دیگه. حالا یه زن شوهر انرژی هست. خلاصه میگفت این بابا چون بحثش مطرح شد تو گوش پسر زده بود، میگفت یکی از دوستان بابام گفته اگه این کنترل مملکت رو بدن دست من عالی اداره میکنم.
دوستم بهش گفته بود بابا جان شما یه کنترل تلویزیون رو برمیداری اعصاب همه رو خورد میکنی. کنترل رو برمیداری میزنه رو احکار گیره هفت اصلا. سینه